سلام دوستان، خب در اینجا میخواییم نرم افزار صدور فاکتور رو که تحت اکسل توسط برنامه‌نویسی VBA توسعه داده شده رو معرفی کنیم به شما و نحوه استفاده اون رو بهتون شرح بدیم. خب اگر واسه دفعه اول این اکسل رو باز میکنین، ممکنه یه ریبون زرد رنگ این بالا ببینین که نوشته این اکسل تحت ماکرو هستش و در حال حاضر ماکرو دیسیبل هستش. برای اینکه بتونین از این نرم افزار استفاده کنین، حتما این رو اینیبل کنین و اینیبل کانتنت رو بزنین. بعد از اینکه اینیبل کانتنت رو زدین، این ریبون زرد رنگ میره و الان میتونه از این نرم افزار استفاده کنید. خب این نرم افزار چند تا شیت داره. شیت اولش واسه ورود اطلاعات هست و استفاده از دکمه هستش. تو شیت دوم ما فاکتور رو میبینیم. این فاکتوری هستش که شما حتی بدون استفاده از تب اول میتونین ازش استفاده کنین و فاکتور خودتون رو تولید بکنین. بعد در هر صورت البته چه از این فاکتور مستقیم استفاده میکنین یا چه از شیت اول استفاده میکنین، قبل از هر چیزی بیاین اینجا اسم و اطلاعات فروشنده رو وارد کنین، کد پستی اون و کد اقتصادیشو و با سلول هایی که در واقع تو اون فرمول نوشته شده کاری نداشته باشین. این فرمول ها از طریق خود در واقع ورود اطلاعات تو از طریق همین برگ استفاده میشه. اما اگر خواستین از این فاکتور مستقیم استفاده کنین، خب میتونین اینا رو دستی هم وارد بکنین، ولی حواستون باشه که این فرمولا رو حداقل جایی داشته باشین که بعداً دوباره بتونین کپی پیست بکنین، چون اگر بعدها دوباره خواستین از این تب استفاده کنین این فرمول ها نیاز هستش. خب یه شیت دیگه هستش که در واقع محصولات و خدمات شما هستش که میتونین اینجا اضافه کنین و مدیریت کنین و هم از طریق در واقع شیت اول، و یه برگم هستش که اطلاعات رو تو اینجا ذخیره میکنه. بذاریم اینو درست، این اطلاعات رو ذخیره میکنه از شماره فاکتور گرفته تا حالا اطلاعاتی که لازم هستش. یه برگه دیگه هستش که پیوت تیبل های هست که از طریق اون ما تونستیم نمودارها رو تشکیل بدیم که من این رو هاید میکنم، در صورتی که خواستین تغییرات یا اعمال کنین میتونین اون رو آن هاید کنین. و در برگه آخرم داشبورد هستش که اطلاعات مربوط به در واقع فروش های انجام شده ما قرار داره و میتونین ازش استفاده کنین. خب حالا بریم یکم بیشتر با این نرم افزار آشنا بشیم. در این نرم افزار تو قسمت ورود اطلاعات ما چندین تا دکمه داریم که از طریق اون میتونیم فاکتور خودمون رو صادر کنیم. قبل از هر چیزی بهتره که محصولات خود یا خدمات خودتون رو اینجا قرار بدیم. برای این کار پاکسازی لیست محصولات رو میتونیم استفاده کنیم که محصولات قبلی همه پاک بشن. حالا که محصولی وجود نداره، میتونید با استفاده از دکمه اضافه کردن محصول جدید محصولات مربوط به خودتون رو اضافه کنید. اینجا آره اینا رو انگلیسی گذاشتیم چون تو بعضی از در واقع کامپیوتر ممکنه علامت سوال نشون بده، ولی خب انگلیسی واسه همه نشون داده میشه و چیز خاصی هم نیست. اینجا نام محصول هست و این هم قیمت به ازای هر واحد هستش. فرض کنیم مثلا من یه مغازه‌ای دارم که قطعات مربوط به کامپیوتر رو میفروشم، مثلا کیبورد میفروشم با قیمت مثلا کیبورد 100 هزار تومان عد میکنم، بعد مثلا ماوس دارم 50 هزار تومان عد میکنم، بعد فرض کنیم مانیتور دارم 250 هزار تومان. همین سه تا حالا فعلا کافیه واسه اینکه مثالمون رو جلو بریم و بعد کنسل میکنیم. اینجا حالا ما میتونیم در واقع محصولات خودمون رو انتخاب بکنیم که کدوم رو داریم میفروشیم. فرض کنیم مثلا یه مشتری اومده به نام مثلا آرش کشاورزی، شماره ملی اگر لازم باشه ازش میگیریم، اگرم نه که نیازی نیست، شماره تماس خوبه که ازشون داشته باشیم. فرض کنیم من یه چیزی میزنم، حالا به این شخص فرض کنیم مثلا من 10 عدد کیبورد دارم میفروشم، فقط کافیه که اینجا 10 رو وارد کنیم و بعد اینتر رو بزنیم. بعد از اینکه اینتر رو زدین، اطلاعات کیبورد کیبوردی که انتخاب کردیم اینجا نشون میده که مجموع قیمتش میشه 1,000,000 تومان، چون هر کدوم از کیبوردا 100,000 تومان بودش. هنوز به فاکتور یا به این در واقع این فاکتور اینجا چیزی اضافه نشده و خالیه. واسه اینکه به اینجا اضافه بشه لازمه که اضافه کردن به فاکتور رو بزنیم. وقتی که اضافه کردن به فاکتور رو بزنیم میگه این اضافه شد، و توی فاکتور هم اگر بیاین میتونیم ببینیم که این مبلغ اضافه شده.
اگه اینا رو انگلیسی می‌بینید بذارید من همین الانم تغییر بدم براتون. کافیه بیاین اینجا right to left مثلا اینو بینازنین کنیم. اینا دیگه فارسی میشه. من همین بینازنینش رو تو در واقع وبسایت قرار دارم که میتونیم استفاده کنیم. این رو هم کافیه بینازنین بکنیم. تمام این چیزا چون تحت اکسل هستش قابلیت ادیت توسط شما رو داره. همینجا میتونیم مثلا کیبورد رو عوض کنیم اگر خواستیم واسه یه شخص ولی قیمتش حالا یه جوری هم تعداد هم قیمت همه چی اینجا هم میتونیم عوض بکنیم. چیز تفاوتی نداره. خب فقط اینجا واسه راحتی کار هستش در واقع. پس فرض کن حالا به این شخص من میخوام ماوس هم بفروشم. ماوس رو 5 عدد دارم میفروشم. میزنم اینجا هم نوشته ما میتونید کنترل دی رو بزنید در حالتی که کیبوردتون انگلیسی هست. نگاه کنید من کیبورد رو تغییر میدم به انگلیسی و کنترل دی رو میزنم. وقتی کنترل دی رو بزنین اضافه میشه به فاکتور و دوباره بریم بگر ببینین اینجا ماوس رو هم اضافه کردیم. در اینجا مجموعه کل فاکتور من هم نشون میده بدون که بخوام مثلا بیام اینجا هر دفعه مجموع رو ببینم. در حال حاضر میبینم 1,250,000 تومان مجموعه فاکتور من هست. حالا بیاین یه مانیتور هم بهش بفروشیم. مثلا من مانیتور رو انتخاب میکنم، 1 رو میزنم انتر و کنترل دی رو میزنم که به فاکتور اضافه بشه. خب حالا فاکتور من آماده است. اینجا فقط کافیه تعیین بکنید آیا میخواین پرینت بگیرین از فاکتورتون. فرض کنید من یه پرینت برای خودم میخوام، یه پرینت هم واسه مشتری میخوام. وقتی من 2 عدد پرینت میگیرم، همچنین میخوام فایل های من به فرمت PDF هم یه جا ذخیره بشه که همه رو تو کامپیوترم داشته باشه. اگه نخوام ذخیره بشه کافیه نو رو انتخاب بکنم، اما اگر بخوام ذخیره بشه باید yes رو بزنم. اگر میخواین فایل PDFتون ذخیره بشه توی کامپیوترتون باید اینجا یه فولدر رو انتخاب کرده باشین که فایل PDFتون ذخیره بشه. اینو اگر هنوز انتخاب نکنین مشکلی نداره، خالی بذارین تو وقتی که انتشار فاکتور رو بزنین میتونین انتخاب بکنین. خب امروز فرض کنیم اول اسفند هستش که من اینجا انتخاب میکنم اسفند 1397. حالا انتشار فاکتور رو میزنم. وقتی که انتشار فاکتور رو بزنم میگه اولا به دیتابیس یعنی داده‌های فروش من اضافه شده و بعد از اون میاد ازت میپرسه کجا میخوای این فولدر ذخیره سازی PDFت باشه. فرض کنیم مثلا من تو دسکتاپ، این دیگه بستگی به خودتون داره کجا رو میزنید. من میام یه دونه فولدر درست میکنم به نام مثلا مای اینوایس، اینوایس های من یا فاکتور های من. بعد این فولدر، خب بعد اینکه فولدر رو انتخاب کردیم این منتشر میشه فایل PDF من و میره توی این فولدر اینوایس قرار میگیره. حالا اگر من بیام توی دسکتاپم و فولدر مای اینوایس رو نگاه بکنم توی اینجا یک فولدر بر اساس سال ورود من توی اون در واقع فاکتورم و داخل اون یک فولدر بر اساس ماه ورود من و یک فولدرم بر اساس روز هستش. در واقع من بر اساس روزها و ماها و سالهای مختلف فولدر بندی میکنم و فاکتورها رو داخل هر روز قرار میدم. اینطوری میتونم برم تو سال مشخص و تو اون ماه مشخص و قشنگ فاکتورهامو تو یک روز پیدا کنم که یعنی فاکتور آیا آرش کشاورزیه که اینجا PDFش رو میتونیم ببینیم. اگه بریم تو قسمت در واقع پرینترتون میبینیم که اینجا یه دونه پرینت هم فرستاده که در واقع 2 عدد 2 بگ پرینت رو میگیره و الان من اینو کنسل میکنم به خاطر اینکه پرینترم وصل نیست، ولی اگر پرینتر وصل باشه 2 بگ پرینت هم از این فاکتور واسه من خروجی میده. خب این از این نکته انتشار فاکتور. حالا فرض کنیم مثلا حالا یه شخص دیگه ای هم به نام آرمین کشاورزی اومده و از من خرید داره میکنه و مثلا فرض کنین یه دونه مانیتور خریده، من این رو اضافه میکنم به فاکتورم. بعد مثلا میگه من ماوس میخوام. فرض کنین الان متوجه شدین که ماوس حالا اسمش نادرست نوشته شده و باید تغییر بدین. میبینین که اینجا فرمول هست، نگران این فرمول نباشین. بیاین هر چی که دوست دارین رو بنویسین. مثلا ماوس مثلا مایکروسافت. خب
و مثلا قیمتش هم این برابر با 200,000 تومان. الان اگر اضافه کردن به محصول رو بزنیم، این موسی که اینجا بوده به همراه قیمتش هم به روز رسانی میشه و فرمول ها دوباره بر میگرده. پس نگران فرمول نباشید، اینجا کافیه که اگر میخواییم به روز رسانی کنیم هر کدوم از این محصولاتتون رو، کافیه روشون اول کلیک کنیم و محصول رو، آنچه که حالا قیمت جدیدش هست، اسم جدیدش هست رو بنویسین و بعد اضافه به فاکتور رو بزنین تا آپدیت بشه. من الان این تعداد برگ پرینت رو صفر میکنم وقتی که بخوام پرینت بگیرم. فرض کنین مثلا الان من 3 عدد مانیتور رو واسه این شخص اضافه کردم و میخوام به فاکتور اضافه کنم. تو اینجا الان شخص به من میگه نه من 3 تا نمیخوام، 2 تا میخوام. چیکار باید بکنم؟ کافیه اول این آخری رو حذف کنم از فاکتورم و بعد بیام اینجا ادیت رو انجام بدم، بگم خب 2 تا مانیتور حالا دوباره به فاکتورم اضافه کنم که بره توی فاکتور بشینه. کاری که میکنه این حذف از فاکتور، آخرین سطر رو همیشه پاک میکنه. فرض کنه اون شخص اومده گفته من ماوسم رو میخوام 2 عدد باشه، اون وقتی که باید اینجا دیگه دستی بیان یا باید دونه دونه پاک کنین از اول بزنین. اینجا میتونین دستی بگین 2 عدد، 2 عدد قیمت واحدش که 200,000 تومان میشه 400,000 تومان و کافی اینجا دستی هم فاکتور رو میتونین تغییر بدین. خب این از دکمه‌ای که اینجا بودش. من اگر بخوام لوگو خودم رو توی این قسمت فاکتور اگر بیاین، میبینیم که الان لوگو ما و اسم کمپانی ما، شرکت ما هستش. اگر بخواین اینا رو عوض بکنین، این دوتا آیتم رو هم میتونین اینجا مستقیم بیاین و پیکچر رو انتخاب بکنیم و تغییر بدیم و اینجا هم مثلا اطلاعاتش رو تغییر بدیم. همین که خب یه مقدار شاید واسه بعضی سخت باشه، ما اینجا یه دکمه تنظیم لوگو و نام شرکت رو قرار دادیم که اینجا انتخاب میتونین بکنین. اول میاد ازتون میپرسه لوگو کجا هستش، مثلا یه لوگوی میتونین انتخاب بکنم. حالا من چیزی رو انتخاب نمیکنم که تغییر بکنم، اما مثلا اسم شرکت رو میتونم بذارم، شرکت مثلا فارسی میخوام بنویسم. و اینجا اوکی رو میزنم و بعد اینکه اوکی رو بزنم میتونیم ببینیم که توی فاکتور اینجا علامت سوال داره. فارسی رو نمیتونیم، بعد حتما فارسی رو اینجا بنویسیم. متاسفانه با فارسی مشکل داره، علامت سوال میزنه. ولی اگر بخوایم مثلا میتونیم به صورت انگلیسی تایپ بکنیم و فرض شخص اون چیزی که میخواین رو تایپ بکنید. خب بعد اینکه تایپ شد تو قسمت فاکتور میتونید ببینید که این اسم قرار داده شد، میتونید اینجا بیاین دستی تغییر بدین. خب حذف محصول رو هم میتونید این محصول رو پاک بکنید با زدن این حذف، حذف میشه محصول اما تو این فاکتورتون هنوز هستش ها. خب و فرض کنیم مثلا من اینو تو همون روز اومده این شخص از من خرید کرده، انتشار فاکتور رو میزنم. این فاکتوری که حالا تولید میشه و پی دی اف اون سیو میشه، میاد تو همون فولدر روز من یکی دیگه با آیدی 2 به اسم اون شخص تولید میکنه و اینجا قرار میده و من میتونم ببینم. اگر روزش تغییر بکنه میاد یه فولدر روز 2 رو اینجا تولید میکنه، 1, 2, 3 تا 30 میره و تو ماه هم اینطوری بر این اساس هستش که تو سال 1397 ماه 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا 12 رو میزنه و اگر سال تغییر کنه میاد توی ماه این وایس سالهای مختلف رو بسطون ردیف میکنه و میذاره. خب اگر سال تکراری باشه که دیگه چیز تکراری تولید نمیکنه براتون. خب یه تیکه دیگه پاکسازی داده‌های فروش و لیست محصولات از پاکسازی لیست محصولات رو دیدیم. پاکسازی داده‌های فروش رو هم میاد این دیتا ها رو پاک میکنه که من حتما این کار رو انجام بدین، یعنی اول پاک کنیم و بعد داده‌هاتون. اینا داده‌های رندوم هستش. توی داشبورد هم یه سری نمودار هستش که میتونین برای دیدن عملکرد خودتون ازش استفاده کنین، عملکرد ماهانه، روند سالانه و ماهانه، تعداد کل فروشم و میانگین فروشم رو، تعداد کل با
سبزشون میده و مجموع فروش من رو با آبی تو اینجا هم 5 محصول برتری که فروختم و 5 مشتری برتر من. اینجا میتونیم فیلتر کنیم، مثلا ببینم سی پی یو اینا دادهای گذشته هستش که سی پی یو اینا هست، فقط سی پی یو رو چطور فروختم تو این سالها، یا اینکه مثلا کیبورد چطور فروختم که فیلتر میکنه واسه من. و میتونیم چند تا رو انتخاب کنیم. فرض کنیم مثلا من میخوام سی پی یو رو انتخاب کنم، کافی کنترل کیبورد رو نگه دارم و سی پی یو رو هم انتخاب بکنم که اضافه میشه به این، یا اینکه خالیش بکنم همه دوباره سلکت میشه اینجا، یا اینکه مثلا من میخوام تو سال 2015 ماه 1 مثلا 1 رو انتخاب میکنم، بعد کنترل نگه میدارم ماه 2 و ماه 3 رو ببینم که میتونم اینجا بر این اساس روند ماهانه تو ماه 2015 رو ببینم. خب فقط قبل از اینکه از این ریپورت استفاده کنی، از این گزارش، همیشه اول آپدیت کنی که جدیدترین داده ها رو واسه تون بیاره و اینجا نمایش بده. و اینجا اگر خواستین مثلا الان من این رو میخوام ذخیره کنم، کافی سیو از پی دی اف رو بزنم که میاد میگه تو چه فولدری میخواید سیو کنیم. فرض کنیم مثلا تو دسکتاپ، تو همون فولدر مای اینوایس اگر بیارم میتونم اینجا ذخیره کنم. اوکی رو بزنم، میگه اسم ریپورتت رو بگو، مثلا ریپورت 1397 سه ماه 3 first month. خب اینم اسم گزارش من هست. اگر اوکی رو بزنیم فایل پی دی اف اون هم جنریت میشه و اون وقت اگر من بیام توی مای اینوایس نگاه کنم میبینم که یه فایل پی دی اف واسه من تولید کرده که اگر بازش کنم میتونم اون فایل پی دی اف هم رو ببینم، حالا واسه مدیرتون یا برای خودتون مثلا میتونین ازش استفاده کنیم و عملکردتون رو بسنجین رو تحلیل بکنیم در واقع. خب من این رو فیلترش رو باز میکنم. خب فکر نمی کنم نکته دیگه ای نداره. این هم یه اکسل هستش که حالا اینا رو بر اساس دی بی ای ما نوشتیم، همه اینا رو میتونه خودتون ادیت بکنیم و پسوردی هم بسش وجود نداره و استفاده از اونم خیلی راحت هستش. ممنونم از توجهی که داشتین. خدا نگهدار.